مردی که سرش یخ زده بود. زن صدا را که شنید میخواست بی اعتنا خود را به خواب بزند، اما تکرار که شد با خود گفت شاید چیزی شده باشه، شاید چیزی بخواد. به آرامی از تخت به زیر آمد و به اتاق مرد وارد شد. مرد کلافه روی تخت نشسته بود. گفت سرم یخ کرده. وا چه حرفا، بگیر بخواب. سرم یخ کرده، نمیتونم بخوابم. برو یکی از کلاهای بچه ها رو بیار سرم کنم. بچه ها کلاهاشون رو با خودشون بردن. باید با یه چیزی سرم رو گرم کنم، وگرنه خوابم نمیبره. میخوای برات کتاب بخونم؟ شوخیت گرفته، سرم یخ کرده. زن دستش رو روی پیشانی اون گذاشت. یخ کرده بود. گفت الان میرم یکی از روسری های خودم رو میارم. مرد فریاد زد چی؟ روسری؟ من روسری سر کنم؟ مگه چی میشه؟ من مردم. اینجا که کسی تو رو نمیبینه، منم که زنت هستم. پس خودم چی؟ خودم که میبینم. حالا چی میگی؟ میگی چی کار کنم؟ بگیر بخواب. نمیتونم، سرم یخ کرده، باید یه شب کلا برام بخری. باشه، فردا میخرم. حالا بگی بخواب. نمیتونم، سرم یخ کرده. میخوای کلا شاپوی خودتو بیارم؟ با کلا شاپو که نمیشه خوابید. زن یاد آورد که پیشانی بند پسر کوچکش اینجاست. یک بار سرش درد میکرد، پسر آن را به او داده بود تا روی پیشانیش ببندد. گفت فهمیدم، یه چیزی هست که از اتاق خارج شد و چند لحظه بعد با یک پیشانی بند آبی بازگشت. اینو ببند روی پیشونیت. چی؟ این که مال قرتیاست. نه من این رو نمیبندم. چی میگی؟ مال پسرته. خب باشه، ولی به درد من نمیخوره. با هزار خواهش و التماس پیشانی بند را به پیشانی شوهرش بست و او را خواباند. هنوز درست و حسابی زیر لحاف نرفته بود که فریاد مرد به آسمان رفت. زن، دیگه چی شده؟ این که فقط دور سرم رو گرم میکنه. میگی من چیکار کنم؟ نمیتونم بخوابم، سرم یخ کرده. زن رفت و با یک روسری گلدار برگشت. اینو سرت کن، سرت گرم میشه. بمیرم روسری سرم نمیکنم، اونم گلدار. خب الانم میرم یه دونه سادش رو میارم. لازم نیست، مرد که روسری سر نمیکنه. زن عصبانی فریاد زد یا روسری یا چی؟ چی گفتی؟ صبر کن ببین چه خوب درستش میکنم. روسری را روی سر شوهرش گذاشت و با پیشانی بند آن را بند کرد. ببین شبیه عربا شدی. وازش کن، وازش کن، این روسری رو نمیخوام، وازش کن. این دیگه روسری نیست. ببین الان همه این لبه ها رو میپیچونم دور این پیشانی بند و یه شب کلاه درست و حسابی برات درست میکنم. پس از تکمیل کار آینه را آورد و به شوهرش داد و گفت ببین چه شب کلاه خوبی شد. و دید که مرد گریه می کند. مرد گنده، گریه می کنی؟ اول روسری سرم کردی، حالا مثل زنا منو به گریه انداختی. بگیر بخواب، سخت نگیر. حالا دیگه سرت گرم می شه و می تونی بخوابی. فردا میریم یه شب کلاه حسابی می خریم. سپیده نزده رفت ببیند شوهرش در چه حال است. دید کار تمام شده، دید تمام بدنش یخ کرده، دید پیشانی بند روسری مچاله شده در دست اوست. حیران به سر تا پای او خیره شد. به طرف تلفن رفت و پسر بزرگش را از خواب بیدار کرد. خواهرت و برادرت رو خبر کن و همگی بیاین اینجا. تا آمدن بچه ها رفت که پیشانی بند و روسری را از دست مرد خارج کند، اما منصرف شد. باید بچه ها آنچه را پیش آمده ببینند، بعد هم چهار نفری بنشینند و صفاتی را ردیف کنند که در این جور مواقع پشت سر از دست رفتگان میگویند. خدا بیامرز آزارش به مورچه هم نمیرسید. آرام، مهربان، نیکوکار، روشن فکر، طرفدار آزادی، برادری، برابری. خدا بیامرز و هیچ هم نگویند که سرش یخ زده بود. تاریخ زب اسفند 1390.